سلام سلام سلام، برنامه کتاب باز شروع شد. آقای همایون اسدیان، کارگردان به کتاب باز، خیلی خوش اومد. ممنون، متشکر و متشکرم که تو من دعوت کردی به این برنامه. من واقعا از ته دلم دارم میگم خیلی خوشحالم که شما دعوت ما رو قبول کردین و اومدین به این فصل کتاب باز. جدی اصلا خیلی خیلی خوشحالم. تو خیلی لطف داری، خیلی لطف داری. پس یه خود ازت میترسم، چون خیلی کتاب بازی، زیاد اذیتم نکن. من که اصلا در موقع من با شما هر وقت حرف میزنم از در واقع دایره دانش و بینش و گستردگی کتاب خوندن شما همیشه متعجب بودم. اون چیز یاد گرفتم از سالهای دور. خب دیگه یواشاش ترس داره بیشتر میشه برام. الان این کتابی که برام آوردین چیه؟ بذار قبل از اون یه چیزی بگم. این کتاب رو نگاه میکردم، بعد دیدم که هیچ شما نخوندم، اصلا نمیشناسم. یهو خیلی حس بدی بهم دست داد. بعد یهو این کتابو دیدم و کتاب پخمه از نسیم، و جالبه که اولین کتابی که یادم میاد، قطعا قبلش کتاب خوندم، توی کلاس پنجم دبستان این کتاب بود که تو قطع جیبی بود، ترجمه های رضا همراه تو قطع جیبی بود. الان که اینجا دیدم برام خیلی جذاب بود. یهو درش بودم و دیدم که میونه این همه کتابی که من نمیشناسم، این کتاب اینقدر برای من خاطره داره. چون میگم اولین کتاب جدی است که یادمه. کتاب طنزه، ولی من به شکل جدی این کتاب بارها خوندم. اینم ترجمه آقای همراهی، رضا همراهی، فقط با یه چاپ جدیده. و آره، و این از این جهت برام خیلی جذاب بود. کلاس پنجم دبستان. البته اون موقع مثلا کتاب دیگه هم حتما خونده بودم، یادم نمیاد. مثل خیلی سایی که آدم فراموش میکنه. ولی الان پخمه رو یادتونه کامل؟ یعنی ممکنه که کامل که میگم شاید یه خود اغراق باشه. جزئیاتش رو یادمه، یه فصلایش رو خیلی خوب یادمه. اصلا با طنز عزیز نسیم اون موقع آشنا شدن که بعدها که خوندم شاید دیگه برامون جذابیت اون موقع رو نداشت، ولی حتی همین اواخر یه کتاب ازش خوندم، یه مجموعه قصه سرم ازش میخونم، یه احساس کنم که چقدر طنز ساده ملایم شاید به نظر ما حتی یه خود ابتدایی داره، ولی اون موقع برام اصلا اینجوری نبود. یه چیز دیگه که گفتین اینجا کتابای زیادی دیدم که نخونده آره. بودم تا مثلا حدود 20 سال 30 سال پیش کتابخونه ها اکثرشون کتاب‌های مشترکی خونده بودن که فصل مشترکشون بود و میتونستن درباره‌اش حرف بزنن. یه رمانی یه دفعه گل می‌کرد، یه کتابی یه دفعه در واقع اسمش برای همه میچرخید دهن به دهن که دیگه همه می‌خوندن. مثلا اگر درست دارم میگم، مثلا عقاید یک دلقک هاینریش بول، اونایی که کتاب خون بودن همه خونده بودن. نمیدونم خداحافظ گری کوپر رو همه خونده بودن، ناتور دشت رو همه خونده بودن. ولی الان دیگه اینقدر کتاب خوب و متاسفانه گاهی متوسط و بد و در واقع کتاب در زمینه فلسفه، جامعه شناسی، اقتصاد، یعنی اینقدر زیاد شده که آدم ها بارها پیش اومده که میگن فلان کتاب شاهکاره، شما اصلا اسم اون کتاب هم نشنیدین. شما این نوعی رو دارم میگم. بذارین یه جور دیگه بگیم، خودمو دارم میگم و باقیه رو نمیدونم. شاید توی فضا، هر کدوم از ماها توی فضای محدوده، یه محدوده خاص روشنفکری جلو میمدیم که مثلا فرض کنم دقیقا نیست که تو میگی، در نوجوانی همه ما ژان کریستوف رو خونده بودیم، همه ما جان شیفته رو خونده بودیم، بعد با مارکز آشنا شدیم، همه ما صد سال تنهایی پاییز پدرسالار رو خونده بودیم. این محدوده روشنفکری که هر کدوم داشتیم نوع کتابان رو هم انگار تعیین میکرد، و چون بحثمون راجع به همین چیزا بود. شاید اینو بذاریم به عنوان محاسن جامعه امروز که این محدوده روشنفکری بازتر شده و آدما به راحتی میتونیم توی انواع این کتابا غوطه بخوریم که لزوما سلایقمون ممکنه با همدیگه هم نخونه،
و ممکنه کتابی که تو بگی رو من نخونده باشم، یه کتابی که تو میگی رو من خونده باشم. یعنی از اون محدوده در اومدیم. هر چیزی یه خوبیایی داره یه بدیایی، ولی اون موقع انگار صحبت مشترک بین کتابخونا بیشتر بود، چون همشون کتابایی همونش که شما میگی مثلا درباره ژان کریستوف میدونستی اون دوستت هم ژان کریستوف حتما خونده. حتما خونده. و درباره یا توی تو نویسندگان ایرانی ما 6-7 نویسنده مشهور داشتیم، مثلا میگفتم آقا من حتما باید توی دوره تحصیلیم فرض کن ساعدی رو میخوندم. خب ممکنه همه اسامی یادم نیاد و این دقیقا اون محدوده روشنفکری بود که من داشتم توش در واقع حیاتم رو طی میکردم، زندگیم رو طی میکردم. به نظر میاد امروز این گسترده تر هم شده، گسترده تر شده و خیلی هم خودمون رو محدود نمیکنیم که خب این بخش کتابا رو بخونیم. فرض کن در یک زمانی قصه کودک صمد بهرنگی رو باید میخوندیم همه ما دیگه و خونده بودیم. نمیدونم اینو به عنوان حسنش میگیرم که امروز از این دایره محدود شاید یه خوده در اومدیم، یه خوده بازتر نگاه میکنیم و ژانرهای مختلف رو در واقع خود من بس خیلی دیر متاسفانه مثلا فرض کن ژانر جاسوسی فورسایت رو باش آشنا شدم، برات فکر کنم چقدر دیر کاش زودتر خونده بودم یا خیلی بخشای دیگه ای که چرا به نظرتون اومد که کاش زودتر خونده بودین؟ یعنی غیر از یه داستان پرکشش چیز دیگه ای هم براتون فردریک فورسایت داشت؟ اصلا داستان پرکشش رو بذار کنار، بذار این کتابی که دستم بود آوردم یه سوی بگم. من از نوجوانی مثل هممون حافظ رو دست گرفتیم، سعدی رو دست گرفتیم، خوندیم. خب بعد رسیدیم به یه جایی که مثلا با دوستان حافظ خونی داشتیم و گفتم خب این غزل رو بخونیم. این میشه این کتاب من به بیننده آره. کتاب این کیمیای هستی درباره حافظ، جمال شناسی و جهان شعری، استاد محمد رضا شفیعی کتکنی که ناشرش هم مازیار اگر اشتباه نکنم. سه جلدم هست این جلد یکشه. انتشارات سخن این سه جلده، این جلد یکشه. حالا اینو هم بهت گفتم، حافظ رو بارها خوندیم، غزلاشو حفظیم، نشستیم حافظ خونی کردیم، تحقیق کردیم، نمیدونم شهر سودی بر حافظ هم گرفتم، بعضی از غزلاشو خوندم. اومدی جلو یه عمری ازت گذشته و فکر میکنی که خب حافظ تاریخ دوره حافظ رو خوندم، میدونم امیر مبارزالدین کی بوده، اون کی بوده. تا میرسه به 2-3 ماه پیش یه روز تو خانه سینما این سه جلد کتابو میبینم دست منوچهر شاهسواری، میگم اینو آوردشم بردم، میخوام برم ببینم چیه. بعد گفت خواست این مال تو ببرش. رفتم تو دفترم و نشستم اینو شروع کردم خوندن و شروعش خجالت کشتم از خودم، فهمیدم هیچ از حافظ نمیدونم. یعنی یهو احساس کردم هیچ از حافظ نمیدونم. آره با حافظ حال کردم، لذت بردم، اما اصلا این نگاهی که این تو داره میگه توی مقالاتش تک تک داره میگه خیلی عقبم از قضیه. الان کسی به من بگه حافظ میدونی، میگم نه، بعضی از غزلاشو بلدم، بعضی از شعراشو بلدم، از حافظ چیزی نمیدونم. این عرصه هایی که ما توش محدود شدیم و با یک نوع نگاه خاص بعضی وقت اومدیم جلو، فقط این نیستش که من فورسایت رو نخوندم، من جهان بینیم رو محدود کردم. من با نوع نگاه با خوندن اون به جهان آشنا میشم، نه با اینکه ببین ژانر مثلا جاسوسی این مدلی هم داریم، نه با این نوع نگاه به حیات، نوع نگاه به جهان هستیه. درست مثل اینه که مثلا حالا چرا فقط اونو میگیم، فرض کن وقتی با هری پاتر آشنا میشی میگه این نوع نگاه فانتزی است به جهان که من نداشتم این نگاه رو. خب پس این در توی این جهان ما این همه نگاه وجود داره و من هر چقدر این نگاه رو بیشتر باش آشنا میشم وسعت دیده من هم بیشتر میشه. فرصت خیلی کمه. به قول تو این فرصته، آدمای بزرگی اومدن و رفتن و خیلی کارا کردن، ولی من مطمئنم در لحظه آخر فکر کردن خیلی کارا مونده، هیچ کس فکر نکرده خب کارم تموم شد. الان این کتابی که صحبت شد، شما بعد از اینکه از نوجوانی و جوانی حافظ خوندین، شرح سودی بر حافظ رو خوندین، 4 جلد، این چه چیز جدیدی در واقع کاری که دکتر کتکنی کردن داشت؟ خیلی اصلا توضیحش سخته. این اصلا کتاب نیست که دست بگیری شروع کنی مثل رمان سه جلدش رو بخوای بخونی. من میرم مقاله مقاله میخونم، در واقع انگار بایستی مزمزش بکنی. وقتی که وارد این بحث میشه که اساساً، حالا این جمله ممکنه خیلی سخت باشه، اساساً شعر قرار نیست معنایی داشته باشه. این یادم یه بار با یه دوست مترجمی عباس مخبر راه میرفتیم، فکر میکنم اون مراعات منو میکرد وقتی میخوندم، سر تعریف شعر با همدیگه بحث میکردیم. بعد بهم گفتش که نه همین مثلا یه نگاه اینجوری هم وجود داره، یه نگاه اینجوری هم وجود داره، و من سر یه سری پافشاری میکردم. قضیه مال چند سال اخیره.
بعد وقتی اینجا مثلا دکتر کتکنی میگه نه اساسا شما تو شعر دنبال معنا نگردید، دنبال یک تصویر زیبا از جهان باشید، خب این مقاله رو باید دو سه بار هی مرورش بکنیم ببینید یعنی، یا تصور من همیشه بر این بوده است که خب نظم یک تعریف داره، شعر یک تعریف داره. بعد اینجا دکتر کتکنی میگه نه، حافظ بزرگترین ناظم جهانه. خب و تعریفی از نظم میده که من تا حالا بهش فکر نکرده بودم. من رشتم ادبیات نیست، قرار نیستش که اینقدر تخصصی، ولی به هر حال یک نگاه جدید به من میده که ببین از حالا به بعد توی مثلا این غزلیات حافظ، توی این ابیاتی که شاید به ظاهر به هم پیوندی ندارن و به واقع میتونن به هم پیوندی نداشته باشن، میگه از این زاویه هم میشه نگاه کرد، از این زاویه هم میشه نگاه کرد. و برای من حداقل این بود که میگم احساس کردم ببین تا الان حافظ رو درست نخوندی، حالا یه بار دیگه از این زاویه هم بهش نگاه بکنم، از این زاویه زیبا شناسی جمال شناسی هم بهش نگاه بکن. یه فصل یه مقاله داره راجع به آشنایی زدایی در شعر حافظ، خیلی قشنگ میگه، خیلی قشنگ میگه، میگه هر آنچه حافظ گفته تمام شعرهای قبلیش یا همه‌شون هم داشتن میگفتن. بعد مثالی زیادی هم میاره، حافظ با پس و پیش کردن اونها یک آشنایی زدایی میکنه، دو ترکیبی رو میسازه که اصلا یک چیز بدی عجب غریبه و جدیدی است. اجازه میدین من یه مثال بزنم درباره یه آدم سینمایی که دیگه چیزه که میگن همین کارو تو سینمای امروز میکنه، میگن تارانتینو هم همین کارو میکنه، کار جدیدی نمیکنه، همه قبلی ها رو میگیره یه آشنایی زدایی میکنه و یه چیز بعدی که خب ببین با تعبیری که استاد شفیع کتکنی میکنن خیلی همخوانی داره، اساسا در جهان چیز جدیدی وجود نداره، ما هممون داریم در قرن‌های متمادی در این هزاران سالی که از بشر گذشته هی داریم عشق رو تجربه می‌کنیم، تولد رو تجربه می‌کنیم، مرگ رو تجربه می‌کنیم، دوستی رو تجربه، چه جدیدی که تجربه نمی‌کنیم. هنرمندا چه می‌کنن؟ هنرمندا انگار هی فقط میان نگاه جدیدی به این قضیه رو میدن، حالا قبلی رو. من خودم تو شعر حافظ مثلا خب اینو خودم هم دیده بودم که این شعر که خب مال سعدیه، حافظ اینو به این شکل آورده، این بیت رو که از مثلا خواجو گرفته به این شکل آورده، اما با نگاهی که استاد میگه خب برام اصلا یه دنیای دیگری باز شد. ما شاید بیشتر خود من دنبال این بودم که خب این اشعار مال دوره امیر مبارزالدینه، این مال دوره شاه شجاع، این مال دوره فلانیه و چه معانی داره، نگاهمو باز میکنه. حالا همه غرضم این بود که تو یه جمله گفتی، گفتی خب فرصت نداریم همه کتاب رو بخونیم، راست میگی، انتخاب هم میکنیم، به سلیقه‌مون انتخاب میکنیم، اما خیلی وقتا برای من لزومن این نیستش که اگر ادبیات فرض کن آفریقا رو میخونی لزومن دوستش داشته باشی، ولی با من که تجربه آفریقا رو قرار نیست بکنم که. آیا اسدیان باورتون میشه که همیشه دارین شما صحبت میکنین هی میگم یادم باشه اینو سوال کنم، یادم باشه اینو و چون تعدادش یاد داشتم نکردم الان از 10-11 تا بیشتر شده، من سوالا رو نگه میدارم هر چقدر شادم اومد بفهمین که چای میل دارین یا دمنوش. دمنوش هم یا نوش چایی فرق نمیکنه هر کدومش. حالا اون چای خوبه. چای خوبه. آیا اصلا من یه مدتی دیگه قند و شکر و نبات اینا هیچ کدومش رو نمیخورم، یعنی این دو سه تا نبات رو برای من آوردن که اگر میل داشتین بر بعد از یه چیز دیگه هم نمیخورم که خیلی خوشحالم و خیلی راضی و اون نمک. و پیشنهادم اینه که شما قند و شکر و چیزای شیرینی و چیزای شور کم بخوری. به چقدر استقبال کردین از پیشنهاد. خیلی سکوت سرشار از نگفته هاست جواب و سر زرد میگم سکوت سرشار از نگفته هاست. عرض به حضورتون که اصولا رابطتون با شعر چطوره؟ ما ظاهرا ایرانی ها این شعر میگن تو خونمونه، همه هم ادعا میکنن که شعری گفتن فرصتی بشه دیوانی هم در میارن، همه دست به قلمن. البته من چنین استعدادی اصلا ندارم، یه برادر بزرگتر دارم که اون قابلیت رو داره و بعض وقتا یه افاضاتی میکنه تو این قضیه. خب با شعر تو خونه از طریق پدرمون آشنا شدیم با شعر کلاسیک، ولی طبیعتا از دوره دبیرستان شعر نو برامون جذابتر شد و شاعرای اون مقطع که فکر کنم اوج شکوفایی شدید
دو دهه شعر نوعی فارسی بود، حالا از نیما بگذاریم، دوره من نیست، مال من بعده، دوره اخوان، همه این شعرهایی که اون موقع بودن و با اینها زندگی کردیم، اومدیم جلو. پیگیرم نه اینکه به اون شکل خیلی تخصصی باشم، الان هم هستم، مثل شعرهای شعرهای جوان رو حالا آدم اسامی که جا میندازه انگار مثلا براش مهم نبوده، مثل سپهری و اینا، نه نه، فقط بذار به حساب فراموشی. الان مثلا توی شعرهای جوانی که هستن شعرهای رسول یونان رو خیلی دوست دارم، خیلی دوست دارم، یه حال خوبی توش داره. حتی توی یکی از فیلم هم دوتا از شعراشو گذاشتم بازیگر هستیم به بهانه‌ای بخونه، یعنی بهانه رو گذاشتم. یه شعری داره خیلی قشنگه، میگه تلفن که زنگ میزند یعنی هنوز فراموش نشده. ببین دوست من، در این جهان خیلی ها هستن که تلفنشان حتی به اشتباه زنگ نمیخورد. خیلی تنهایی غریبی توشه. شاید خیلی دقیق نخونده باشم شعر رو، به حافظم رجوع کردم، ولی برای خود من خب خیلی جذاب این شعر ها، یعنی فکر میکنم. بعد این شعر ها، این کتاب ها تو کار سینمایی شما به عنوان یک کارگردان آیا تأثیری داره که خودتون بگین این همون جهان هایی که گفتین میشناسین یه دفعه شما رو وارد فضاهایی میکنه که تو کاراتون تأثیر میذاره؟ ببین من، تو سروش صحت، من همین اسدیان، مگر غیر از این مجموعه هستم که در از بچگی که یادم میاد تا الان یک بخشش رو تجربه کردم، یه بخشش رو کتابهایی بوده که خوندم روم تأثیر گذاشته و پس ذهنم دارم و ممکنه فراموش کرده باشم و اصلا یادم نیاد، ولی تأثیرش هست. بسیاری از این اواخر دو تا کتاب از آقای، دو تا رمان خوندم از احمد پوری، هیچ کدومش به نظرم اونقدر مثلا برای کار فیلم جذاب نبود، اما یه سری شخصیت توش بودن که فکر کنم چقدر شخصیت‌های جذابیه، چقدر خوب پرداخت شده، چقدر اینا قابل استفاده است. اینا تو ذهنت میمونه و قطعا یه جایی بروز میکنه و خودشو نشون میده. یه چیزی که الان خیلی زیاد شده و گسترده شده، بخت کمه و فضای مجازی هم روز به روز داره گسترش بیشتری پیدا میکنه، تک جمله‌هایی که بهش میگن گزینگویه، با اینا چه جوریه برخوردتون؟ یعنی اینا رو هم میخونین، اصلا براتون جذابن، جالبن؟ ببین من اوایل که توی فضای مجازی میرفتم میدیدم که حالا دوستانی هم که میشناسی یا نمیشناسی چقدر جملات جذابی میذارن فلان، یعنی ما این همه آدم فرهیخته دور و برمون داریم، باریکلا، واقعا برام باریکلا بود. بعد یواش یواش متوجه شدم که نه بابا، تو اینترنت از اینا هست، میرن برمیدارن و میذارن، برای همینه که تو خالیه. یعنی بعد میبینم اون آدم کاش یک از این جمله‌هایی که میذاش رو واقعا فهمیده بود و مال خودش. حالا اگه آدم بفهمه اون موقع نمیدونم، بذار خیلی صادقانه بهت بگم نمیدونم. من دبیرستان میرفتم سروش، توی کانون پرورش فکری گفتیم هر کس بیاد راجع به یه چیزی یه کنفرانس بده. بعد من گفتم که مثلا راجع به شعر نو فارسی و تاریخ شعر نو. یه تایم سی مثلا 3 ماهه فکر کنم 30 جلد کتاب از سبا تا نیما رو بگیر بیا تا نشستم خوندم کنار اتاقم بود، هنوز هم اون مقاله رو دارم، مثلا 30 صفحه مطلب در آوردم و رفتم و این کنفرانس رو دادم. من نمیدونم که اون 30 جلد کتابی که آدم میخونه و خیلی هم وقت گیره و از توش در میاری بیشتر پختت میکنه، ملکه ذهنت میشه، یا اینکه بری الان گزیدش از تو اینترنت در بیاری. قضاوت نمیخوام بکنم، اون نسل من اونجوری خونده، نسل جدید میره سرچ میکنه، یه سری اطلاعات پیدا میکنه. حق قضاوت ندارم بگم ما خوب بودیم اینا بدن، خیلی حرف به نظرم مسخره است که من بخوام ارزش گذاری بکنم این قضیه رو، ولی حداقلش میدونم که چیزایی که بابت اون 30 جلد کتاب خوندم خیلی تو ذهنم جا گرفته، خیلی تو ذهنم مونده و همون که نشستم اون رو نوشتم. یا تو دوره دانشجویی وقتی مثلا به من میگفتن بیا راجع به مثلا آنتیگونه تو بیا صحبت بکن، باید بری کلی کتاب بخونی بیای، نه اینکه بری سرچ بکنی اطلاعات راجع به آنتیگونه رو در بیاری. خیلی ماندگار بوده برام تا الان که به راحتی میتونم من یه مطلبی رو سرچ بکنم بیاد. نمیدونم این چقدر ماندگاری داره یا چقدر عمق پیدا میکنه توی آدم، فقط تبدیل میشه به یک اطلاعات سطحی یا نه اون کتابا که یه بخشش مثلا ربطی شاید به اون موضوع نداشت، خود به خود یک چیزی رو به آدم میداده. اصلا باز میگم قصد قضاوت ندارم، ولی میدونم حداقل خود من اینجوری یاد گرفتم، اومدم جلو اینجوری خوندم. شما یه موقعی میخواستین سریال دار رو بسازین، خیلی هم براش وقت گذاشتین، خیلی هم این کتاب خوندنیه، خیلی هم اون سریال دیدنی میشد، چی شد پس؟ اتفاق بدی نیفتاده. اون سریال متنش نوشته شد، تحویل حوزه هنری شد، بعد دوستان متوجه شدن که نمیتونن بسازن
با توصیه آقای محمدی تهیه کننده کار پروژه واگذار شد به تلویزیون. تلویزیون هم خیلی استقبال کرد. اما چون پروژه سنگینی است، وزنه بالایی داره، طبیعتاً با یه پروژه بی که مثلا من اومدم سریال لحظه گرگومیش رو ساختم خیلی فرق میکنه. تامین یه بودجه مثلا 8 9 میلیاردی برای تلویزیون راحت تره تا تامین یه بودجه 100 میلیاردی. اینه که جزء پروژه های الفشون هست و فقط باید بگیم که علاقه من یعنی از جهت مالی امکان داره. واقعا اگه قرار باشه اقتباسی صورت بگیره دیگه دا خیلی منبع خیلی مهمیه. خیلی خیلی خوبه و خیلی که من این اواخر فیلم چیز رو دیدم، تنگه ابوقریب رو دیدم و واقعا فکر کردم که جنگ برای ما الان 20 30 سال از جنگ گذشته، ولی وقتی تنگه ابوقریب رو می‌بینی میگی که باید بازم ساخته بشه، باید بازم ساخته بشه، همونطور که راجع به جنگ جهانی دوم بازم ساخته میشه. اینکه تمام شده نیست، تمام شدنی ظاهرا نیست و حداقل از جهت اینکه بدونیم که نه اینکه فقط از جهت تاریخی بدونیم چه اتفاقاتی افتاده. جنگ جهانی دوم رو من فکر نمی‌کنم آمریکایی‌ها بسازن که فقط از جهت تاریخی بگوین چه اتفاقاتی افتاده. اینا تو زندگی امروز ما هم تاثیر داره. من وقتی تنگه ابوقریب رو می‌بینم این جوونا هم حالمو خوب میکنن هم حالمو بد میکنن به خاطر بلایی که سرشون میاد و هم یه روحیه ببینن که ببین ما تو این کشورمون این آدما رو داشتیم، الان هم داریم، فکر نمیکنم فرق زیادی کرده باشیم. باید ساخته بشه، ولی بالاخره محدودیت های مالی پروژه های تو خودت حالا تلویزیون زیاد کار میکنی یا سینما همینطوره، پروژه از متوسط همیشه شدنیه، پروژه های یه خودش اقتصادی میره بالا خب در سرای خودشو داره. ولی میگن مثلا شهید همت با بقیه فرق میکرد، باکری ها فرق داشتن. من فکر کنم وقتشه که سراغ این زندگی نامه ها سراغ اصلا ما چرا اقتباس کم داریم، اینکه بزرگانمون رو تو عرصه‌های مختلف به تصویر بکشیم، ما سراغ مفاخرمون نرفتیم. ببین وقتت کمه میدونم، رفتی سراغ شهید همت و اینا. من بابت سریال دا یه سری کتاب شخص حاشیه همین قضیه خوندم دیگه، یه سری کتابای خوندم از زنده از زبان همسران این شهدا. بعضی هاش به شدت تکان دهنده بود. همسر شهید منوچهر مدق یه کتاب 34 صفحه‌ای است. اینو تو تلویزیون گفتم، دوستش دیگه گفتم، اینجا توی برنامه تو میخوام بگم. من از نیمه های این کتاب شروع کردم به گریه کردن و همونطور که میخوندم گریه میکردم تا کتاب تمام شد، به خاطر لحظات عاشقانه ای که تو این کتاب بود و واقعا شاید در ذهن من اون موقع نمیگنجید. شهید مدق تو جنگ شیمیایی میشه، ساده زندگیشو میکنه و آخرم از همین تاثیرات شیمیایی که تنفسی براش هست شهید میشه. این پیوند عاطفی بین این دوتا اینقدر زیباست، اینقدر زیباست که و از این چیزا فراوون داریم. خب حالا این رو ما میشناسیم، شهید مدق شهیدی بوده که بالاخره کتابش همسرش نوشته یا شهید همت یا فلان. آیا واقعا همه کسای دیگه فقط خلاصه شدن توی 20 تا 30 تا 50 تا؟ قطعا لحظات بسیار زیبایی در بقیه هست، قطعا لحظات بسیار انسانی. شاید تو کتاب دا که آدم میخونه همین چیزها رو میبینه و فراوون که اصلا به نوشتم نشده و در نیامده و میتونه سالهای سال ما رو تغذیه بکنه و بهمون روحیه بده. اصلا جدا از این که شاید خیلی وقتا خیلی از حرکت‌ها رو قبول نداشته باشیم، شاید خیلی از باورها رو هم قبول نداشته باشیم، اما لحظات انسانی زیبایی که تو این قضایا بوده رو که نمیتونیم قبول نداشته باشیم. و مگه کیا بودن اونا؟ مگر غیر از این بودن که یه تعدادی دختر پسر جوان 17 18 ساله یهو تو این کشور جنگ شد و فکر کردن بعد بجنگن؟ قهرمان نبودن که، قهرمان شدن، توی این لحظات تاریخی تبدیل به قهرمان شدن. مگه شهید باکری، شهید همت چند سالشون بوده اصلا وقتی جنگ شده؟ مگه خود جهان‌آرا چند سالش بوده؟ اینا قهرمان شدن. دا خاصیت کتاب همین بود که تو احساس می‌کردی یک شهری رو یک ارتش حفظ نکرده، یک شهری رو 200 300 تا دختر پسر جوانی که ما رو اونجا بودن 34 روز در مقابل هجوم بسیار حفظش میکنن و قهرمان میشن و قهرمان ها اینجوری شکل میگیرن و کنارش نام زد قهرمان ها طبیعتا شاید به وجود میاد. خیلی به نظرم نکته مهمی گفتین که قهرمان نبودن و قهرمان شدن و باید بریم به سمت آثاری که نشون بده که اینا از جنس خودم درون هر کدوم از آدم های دور و بر ما قهرمان هایی نهفته است. مشکل بسیاری از فیلم ها و سریال هایی که راجع به این دوستان و خانواده هاشون این بزرگواران ساخته شده به اعتقاد من همینه. ما تصویری از اینها ارائه میدیم که تماشاگر امروز که نگاه میکنه میگه خب این با من فرق میکرده، میگه اصلا این با من فرق میکرده، من که این نیستم، که در حالی که اصلا اینجوری نیست.
اونها همین دختر پسرای جوان امروزی ما، یعنی من باورم این هستش که همین الان همین دختر پسرایی که ما خیلیشون رو تقبیح میکنیم، رفتاراشون رو شماتت میکنیم، میگیم رفتار زشتی دارن، این چیه چه، اگر در این موقعیت قرار بگیرن از دل همین هاست که قهرمان ها در میاد. شما تو موقعیت سختی که قهرمان هاتون خودشون رو بروز میدن و شخصیت خودشون رو نشون میدن، داشتن تو خرمشهر زندگیشون رو میکردن، عشق و عاشقیشون رو داشتن، ازدواج میخواستن بکنن، این تو فکر نمیدونم بچه دار شدنش بوده، یه هجومی صورت میگیره و دیگه این موقعیت است که آدم ها باید تکلیفشون رو به خودشون روشن بکنن. چه کاره ایم؟ این چیزی که میگین دقیقاً با تعریفی که رابرت مکی تو کتاب داستان درباره قهرمان میده منطبقه. در ضمن کتابی که تو گفتی، به نظر من هیچ باز خود نمیدن، دقیق ترین و جذاب ترین کتابی که راجع به فیلم نامه نویسی در واقع اومده این کتاب داستان رابرت مکیه. یعنی من خودم بعد از به 4-5 نفر هدیه دادم و به همم توصیه میکنم. ترجمه آقای محمد گذرآبادی، انتشارات هرمس، برای علاقمندان داستان نویسی و فیلم نامه نویسی. تو چجوری همه اینا رو حفظی؟ من فقط کتاب داستان رابرت مکی یادم بود، باقی شد دیگه ترجمه کیو کتابه چیه؟ چاپ کجاست؟ این یه دونه رو بلد بودم گفتم نه، چیزم خوب گفتی، در سبتون ایمان هم کامل گفتی، اون دوتا رو حفظم شد. عرضم به حضورتون که توی اون میگه که قهرمان در موقعیت که تعریف میشه، یعنی این که یکی بگه من شجاعم یا یکی بگه من ترسوام، نه این شجاعه نه اون ترسو. مگه اصلا توی قصه های اساطیری ما مگه آرش قهرمان بوده؟ آرش وقتی جانشو در اون تیر میذاره و پرتاب میکنه تبدیل به یه قهرمان میشه برامون، یعنی یه قهرمان اسطوره‌ای میشه. خب یعنی اینها اونها هم همین بودن. حتی شاهنوار هم که بخونیم اینجوری نیستش که مثلا این قهرمان ها تو موقعیت قهرمان میشن اساسا. حالا تو درام که اونجا حساب شده است، تو درام که قهرمان تو موقعیت شکل میگیره، در زندگی واقعی ما هم همینه. ما توی موقعیت های بحرانی هستش که آدم ها تکلیفشون با خودشون روشن میشه که هر کدوم کجای قضیه وایسادیم. چقدر این بحث جذابه، چقدر دلم میخواست درباره سیر مطالعاتیتون اسم کانون پرورش فکری کودکان نوجوانان اومد و من میدونم که شما جزء اعضای قدیمی کانون بودین، درباره این که شما عکاسی میکردید و عکاس فیلم بودید و چجوری به کارگردانی رسیدید، درباره فیلم‌های مورد علاقتون گفتین که نمیدونم اون کتابو خوندم گریه کردم، درباره کتابایی که خوندین و گریه کردین، منم یه لیست از کتابایی که خوندم و گریه کردم دارم. نشد دیگه، میشه خواهش کنم که یه بار دیگه هم به برنامه ما بیاین و قولش رو همینجا که داره برنامه الان ضبط میشه بدین؟ به برنامه خیلی خوش گذشت، با چای خوردم گپ زدم دیگه، یواشاش رو من باز شد، ترسم هم ریخت. شما هر وقت بگی من در خدمت. خیلی خیلی متشکرم. پس قطعا یه بار دیگه در خدمت آقای اسدیان خواهیم بود. ما اینجا سردیس بعضی از بزرگان ادب فارسی رو داریم که به رسم یادگار به مهمونامون میدیم. خواهش میکنم یکی از این سردیس ها رو بفرمایید، همونجا انتخاب کنید. بفرمایید. منم دوربین میارم، بله، که یه عکسی هم تازه بگیریم. خب میتونم یکشو بردارم ها؟ بله. ممنون ازتون. چون صحبت حافظ زیاد شد، اگه بدی حافظ یادگار. من میخواستم بپرسم هر سردیس رو برداشتین چرا که خودتون گفتین؟ آره، چون خیلی امروز ذکر خیره شد، یادگار از شما داشتم. حالا از الان برای بعدی هم یه چیزی تو نظر داشته باشین، ولی لو ندین دیگه. من آره که بعد راجع به صحبت بکنیم که بتونیم وقت خونو بردارم. چیزه، من دارم هی دو قبضش میکنم که شما یادتون بمونه که باید کنید و یه بار دیگه بیاین. متشکرم، مرسی بابت. من یه عکسم با شما بگیرم که برای ما یادگاری بمونه. حتما. 3-2-1 بله شد. خیلی ممنونم از اینکه به کتاب باز تشریف آوردین. متشکرم. یه ذره طول میکشه. باشه، اشکال نداره. و اینکه ما آرزومون اینه که مردم بیشتر کتاب بخونن و بیشتر با هم حرف بزنن. انشالله. خیلی خیلی متشکرم. مرسی از همه تو ممنونم.
آسان تر از این نداشتی؟ انگوش شست مظلوم سپاس گذار نماز گذارم که گذارش با یه خدمت گذار هم به همین صورت قنه قنه این طوری نمیسن این زباد اشتباهه چرا مگه از نظم نمیاد انضباط از نظم نظم همه همین اشتباهو میکنن چون که فکر میکنن از نظم میاد ولی همچین چیزی نیست آورمون رو بردی که مشتی آقا من چاکرتم من اگه میبینی الان نوشتم یه مقدار استرس دوربین و اینا بود اشتباه شد ولی من اصلا بیشتم 20 بودم میشه من میبینم شما همیشه 20 بود مثل هر میکس میده ولی یه چیزی بهت بگم جا. همیشه تو این 3 4 تا لغت ایراد داشتم آقای مسعود فراستی سلام. سلام بر شما. ارادت دارم. خوشحالم که در فصل چهارم کتاب باز هم خدمت شما هستیم. فصل چهارم یعنی سال چهارم یا؟ یعنی چهارمین سری بله دیگه سال چهارم. چهار ساله شدی. برقرار باشید 40 سالگی. ایشالله با شما ای دوست. مرسی. در فصل چهارم حول و حوش چه موضوعاتی صحبت خواهیم کرد؟ دلم میخواد که 5-6 خط از یه نویسنده اروپای شرقی به اسم سیکواسکی یا روسی درباره یه نکته از داستایوفسکی بگم بعد ببینیم چقدر بحثمون میاد و بقیه رو ببریم جلو شخصیت های داستایوفسکی خود را قهرمان یا قربانی میدانند اما در نهایت میفهمند که هیچ کدام نیستند برعکس قربانی کننده اند آنها خواسته یا ناخواسته ناچار می شوند در درام زندگی ناقص و جهان پرنقص پیرامونشان بازی کنند آنچه همگی آنها در می آوند این است که طبیعت انسان تا چه حد مبهم چند لایه تار و ناپیدا و حتی متناقض است ما از همه طرف دست خوش کشاکش خودبینی خودمحوری و انسان دوستی منطق و ایمان غرایز اولیه و میل به تعالی هستیم داستایوفسکی به تدریج در میابد که خواستها و انگیزه های متضاد ما چنان در ذاتمان ریشه دوانیده و در هم تنیده شده اند که تمایلات غیر انسانی و سیاه را نمیتوان بدون از بین بردن بخشی از خوبی ها و آسیب به برخی جنبه های بالای وجود ما از ریشه برکند یه ذره توضیح میدین اینو چیزی که این نویسنده عزیز سیکواسکی میگه چیز ظاهراً خیلی قابل فهم و ساده ای اما به شدت پیچیده است داستایوفسکی به درستی انسان رو این چیزی که همه میگن انسان خاکستری است سیاه نیست سفید نیست ولی معنیش هم نمیدونن داستایوفسکی معنیش رو خیلی خوب میدونه وقتی میگیم انسان
سیاه و سفید نیست، خاکستریه، یعنی اینکه در وجودش، در درونش دو وجه خوبی و بدی، خیر و شر، منطق عقلی و ایمان دلی، غرایز اولیه بشری و امیال والای انسانی عجین شده، به هم تنیده شده. و من یا تو اگر بخوایم بخش من سیاهمو پاک کنم از وجود، این راحتی نیست که اینا جدا باشن، جنسه در همه. اینا به هم تنیده شدن. اگر یک تکه از این رو که بخش سیاه یا ناپاکی است میخوای از وجود حذف کنی در بیاری، بخشی از خوبی اون جنبه والای انسانی رو کندی. این یعنی این که پروسه مبارزه بین خوبی و بدی و خیر و شر در وجود ما با کندن بخشی از سیاهی ها یا ناپاکی ها انجام نمیشه، بلکه با تقویت اون سر تضاد که به سمت نور، روشنایی، والاییه، با تقویت اونه که این عقب رونده میشه، نه که حذف بشه. یعنی در واقع بدی هایی که توی وجودمون هست، سیاهی، حالا هر اسمی براش میذاریم، پلیدی که هست، و فکر نکنیم میتونیم اینا رو از خودمون دور بکنیم، اینا رو میتونیم اسیرشون بکنیم، اینا رو میتونیم کنترلشون بکنیم، اینا رو میتونیم بفرستیم به جایی که بروز پیدا نکنن. درست دارم میگم؟ آره، من یه دو قسمتش خیلی درست بود میگم، من اونجا رو میخوام تاکید کنم. اینا رو نمیتونیم از خودمون دور هم بکنیم، اینا رو میتونیم، اون قسمت آخر جملت، اینا رو میتونیم از موضع غالب به موضع مغلوب تبدیل کنیم با رشد اون وجوهی که برامون روشنه. اینا وجوهه، این نگاه مثبته. حالا همین یه زاویه خطرناک هم داره که اگر مراقب نباشیم و اگر مواظب نباشیم، اون سیاهی ها میتونن گسترش پیدا بکنن و بیان گسترده بشن تو وجودمون. یه داستانی داره، یه نمایشنامه‌ای داره برشت به اسم آدم است. که یه آدم خیلی معمولی، یه آدمی که دوروبر خودمون داریم میبینیم، توی یک سیر اتفاقات وقتی قرار میگیره به یک جنایتکار جنگی تبدیل میشه، و وقتی که دارن ازش میپرسن که چی شد تو اینجوری شدی، میگه من فقط از خونه اومده بودم بیرون خرید کنم، ولی وقایع من رو جوری پیش برد و اینکه خودم هم نتونستم در مقابلش کنترل کنم خودمو، که تبدیل شدم از یک آدم معمولی، از یه پدر، به یه آدمی که قاتله و داره میکشه. یعنی در واقع اینا تو هممون هست، یعنی شر به شدت هم قوی در هممون هست. اگر شر نباشه در ما، اصلا ما نمیشیم مجموعی از داد و اون چیزی نمیشیم که خلق شدیم، و دیگه انتخابی معنا نداره. ما سفید آفریده شدیم و بعد توی اوضاع هم همین سفید باقی ماندیم، پس چمون هم بهشت دیگه، یعنی اصلا انتخاب نمی کنیم. اینا با هم دیگه تو انسانه. همین شرور، شرور و شرهای وجودمون امکان به حرکت میدن، برای اینکه مسیر باز میکنن برای در واقع خیرها. دائم جدال بین خیر و شر، و انتخاب‌های ما داره معنا میده که کدومشون بروز پیدا کنه. یعنی اگر کسی فکر کنه که این بخشایی رو که ریشه و در واقع جنایت در وجودش نیست، اشتباه کرده. کار درست این چیزی که داستویفسکی در واقع میفهمه. داستویفسکی سالها با مجرمین خیلی در واقع تا ته خطی زندگی کرده در زندان. اینا رو اونجا دریافت کرده، اونجا فهمیده، و فهمیده که نمیشه این بخش رو تو ببری مثل یک قده بریزی بیرون، بلکه میشه این بدی ها رو به شناخت تبدیل کرد و این شناخته به یقین تبدیل شه، نه فقط در ذهن خودآگاهت، بلکه در ضمیر ناخودآگاه هم بتونه کار کنه. اگر این باشه، اون وقت میشود یک انسانی که دست به جنایت زده. اما از الان این در مورد تقریبا اکثر شخصیت‌های داستویفسکی صادقه،
ولی از این جنایت پشیمانه. شخصیت جنایت و مکافات. دقیقا راسکولنیکوف وقتی پشیمانه میتونه در مسیر پشیمانی دورش از این جنایت و بخشودشه، خودش اول خودشو ببخشه و بعد توسط جهان بخشیدشه و خدا ببخشتش. آدم رو میشه بخشید سروش. کار زشت جنایتکارانه ضد انسانی رو نمیشه بخشید مگر اینکه در مسیر گام به گام علیه اون کار زشت حرکت کرده. این بخشایش هم از اینجا میاد. بخشایش انسان که موجود منحصر به فرد تغییر دهنده این جهانه، بخشایش آدم نبخشیدن جنایت. آقای فرستادی، من یه عقیده شخصی دارم، اجازه میدین بگم؟ عقیده شخصیمه، ببینین شما نظرتون چیه. من فکر میکنم که ما خیلی باید ببخشیم، برای اینکه هممون اشتباه میکنیم و بعد باید ببخشنمون. باید بخشیدن و بخشش رواج پیدا بکنه، برای اینکه هممون آدمیم و پر از اشتباهیم و بعد دست همدیگر رو بگیریم، به هم کمک بکنیم، فراموش بکنیم، هل بدیم جلو. حتما که بخش اساسی حرف درسته، اما اگر یه چیزایی بهش اضافه نکنیم، این بخشودنه، بخشیدن و بخشودنه منجر به رشد یک عمل غلط هم ممکنه باشه. در واقع باید من اگر قرار باشه یک کار بد خودم رو ببخشم، باید خودم رو در مسیر اصلاح اون کار بد ببینم. اون زمانه که قادرم خودم رو ببخشم، و اگر این هم چیزی از دیگری ببینم، همین پروسه رو داره. آدمی که در موضع ضعف قرار گرفته، موقعی که انحراف داشته، اشکال داشته، جنایت کرده، در موضع قدرت، الان در موضع ضعف قرار گرفته، میگه ببخشید، اما این راست نیست. فرق بخشیدن راست با بخشیدن از موضع ضعف دو چیزه. در مسیر بخشودن قرار بگیر، حتما بخشوده میشی. انسان رو باید بخشید، عمل زشت رو نباید بخشید. درسته. این تفکیک خیلی مهمه. خیلی مهمه. یه سوال دارم ولی نمیپرسم چون وقتمون تموم شده، ولی سوال رو میگم که بعداً برام بگین که تو جمله اول چیزی که خوندی نوشته بود قهرمان‌های داستایوفسکی قربانی نیستن، قربانی کنندن. خیلی هم حالا لزوما قربانی کننده شاید نباشه. این نظر این نویسنده عزیزه. من به نظرم هم قربانی هن. هم گاهن از قربانی به قهرمان تبدیل میشه. دقیقا. هم قربانی کننده. مثل پرنس میشکین که از قربانی به قهرمان تبدیل میشه. خیلی ممنونم. ما از برنامه بعد وارد موضوعات دیگه میشیم. خیلی متشکرم از شما و خدا نمیدونم.